با نام خدا و به عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه 25 ماه جوزای سال 1398 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. خاص عبدالله عبدالله از کشورهای منطقه برای همکاری صادقانه و جدی در پیکار با حراس افغانی. تهدیدهای ناشی از اعمال دهشت افغانانه هنوز یکی از چالش های عمده فراراه کشورهای ما و منطقه است. زخمی شدن چندین تن در نتیجه درگیری ها میان تفنگداران مربوط به اعضای شورای ملی و شورای ولایتی در کابل و هرات. امی کسایی که وکیل میشه به مقام منزلت میرسه، آیا امی تقدیرش است که به غریب ضرر برسه؟ آغاز بررسی پرونده اختلاس 600 میلیون افغانی در پیمان های گفت وزارت امور داخله. کسای دیگه هم قبلا به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله مملو خروج بودن و حکم ساره مولیان هنوز به قوت خود باقی هست. رهبری جنگ نیروهای امنیتی با طالبان در بالاسوال چهارکند از سوی سلیمه مزاری بالاسوال این بالاسوالی. با خواست ایران از اتحادیه اروپا برای حمایت از توافقنامه هسته این کشور با قدرت بزرگ جهان. جزاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پنجمین نشست سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار گردید. عبدالله عبدالله در این نشست از کشورهای عضو کنفرانس سیکا میخواهد که برای مبارزه مشترک با حراس افغانی در منطقه با تامین صلح و ثبات در آسیا به ویژه در افغانستان صادقانه و جدی همکاری نمایند. کریم امینی گزارش میدهد. رئیس اجراییه که به نمایندگی از افغانستان در پنجمین نشست سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا شرکت کرده است میگوید که حراس افغانان باید از دستیابی به پناهگاه محروم شوند و نیز جلو تمویل و تجهیزشان گرفته شود. تهدیدهای ناشی از اعمال دهشت افغانانه هنوز یکی از چالش‌های عمده فراراه کشورهای ما و منطقه است. وضعیت بحرانی امنیت چالش‌های جدی را فراراه توسعه و همکاری اقتصادی ایجاد کرده است. رسیدگی به چالش‌ها و تهدیدهای مشترک نیازمند تلاش‌های مشترک و همکاری‌های جدی و صادقانه است. رئیس جمهور چین در این نشست توسعه را کلید حل تمامی چالش ها می داند و کار برای امنیت همگانی را فراخوان می دهد. در این میان حسن روحانی رئیس جمهور ایران سیاست های امریکا را در منطقه انتقاد می کند. وضعیت کنونی فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و یمن نمونه های بارز از پیامدهای این سیاست در سالهای اخیر است. این سیاست ها ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت ها در بسیاری از کشورهای این منطقه است. کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا 24 عضو دارد و 9 کشور و 4 سازمان در این کنفرانس ناظر هستند. در نتیجه تیراندازی پسر یک نماینده تازه در مجلس نمایندگان به نزدیکان یک نماینده دیگر در مجلس، دو تن به شمول یک کودک در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل زخم برداشتند. خانواده های این زخمیان با انتقاد چنین زورگویی های شمار از اعضای شورای ملی میگویند که حکومت با جلب آزار وضعیت چنین زورمندان را بگیرد. از سوی دیگر دروازه شورای ولایتی هرات پس از یک درگیری مسلحانه میان اعضای این شورا از سوی نیروهای امنیتی بسته شد. در این درگیری دو تن به شمول یک عضو شورای ولایتی هرات زخم برداشتند. درگیری مسلحانه میان تفنگداران وابسته به دو عضو مجلس نمایندگان منطقه دیوانبیگی حوزه پنجم شهر کابل را به وحشت انداخت. گواهان رویداد میگویند که در نتیجه این تیراندازی دو تن زخم برداشتند. حاجی نعیم وردک ترافیک زوی چی وکیل در پارلمان دی کابل ندی دی زوی موتر مخی توره چوی او دزی پی کوی چی دی ما ورورم زخمی کیگی.
یک کودک 12 ساله یک از این زخمیان اکنون در شفاخانه بستری است. پیشت نام بعد آمدم یک زده پیشتر رفتیم که اونجا یک بچه بود فایده وایی کرد بعد از او دا پایم یک دانه زد. چند برادر دیگر که در موتر می رفتن صاحب موتر را قید کردن و تفنچه را کشیدن و ضربه کردن. امی کسایی که وکیل میشه به مقام منزلت میرسه آیا امی تقدیرش است که به غریب ضرر برسه؟ دو تن مو مطابق قانون چه چوایی هغه نیول شوی دی دوسره به جدی قانونی برخورد کی. از سوی دیگر درگیری مسلحانه در مقر شورای ولایتی هرات برای ساعتها باعث وحشت در میان باشندگان شهر هرات شد. گواهان رویداد میگویند که نگهبانان رئیس شورای ولایتی هرات و شمار اعضای دیگر این شورا بر همدیگر شلیک کردند. فعلا دروازه شورای ولایتی بسته شد نظر به مشکلاتی که بود و تا که تا معلومات خود شریک بسازند. در این درگیری ها که علتان اختلاف ها میان اعضای شورای ولایتی هرات خوانده می شود دو تن به شمول یک عضو این شورا زخمی شدند. بیوز این که از مردم اینا حقوق از اینا دفاع بکنن میایند که جنگ میکنن. چند ماه میشه که اعضای شورای ولایتی هرات با هم اختلاف دارن، اما این نخستین باری است که با هم درگیری مسلحانه داشتن. نیروهای امنیتی تمامی محافظان رئیس شورای ولایتی و دیگر اعضا را به علت این که در این درگیری نقش داشتن با خود بردن. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، هرات. لوی سارن ولی آغاز بررسی پرونده اختلاس 600 میلیون افغانی در پیمان های گشت وزارت امور داخله خبر میدهد. سخنگوی نهاد میگوید که از 26 مقام وزارت امور داخله و مسئولان شرکت شجاع در رکب اختلاس 600 میلیون افغانی در پیمان های گشت وزارت امور داخله متهم هستند بازجویی خواهند شد. از سوی دیگر وزارت امور داخله میگوید که پرونده حاجی دلاور مشاور پیشین مجلس سنا که به اتهام پشتیبانی از اراس افغانان بازداشت شده است به زودی به لوی سارن ولی فرستاده خواهد شد. مسعود انصار گزارش می‌دهد. پس از نزدیک به دو هفته از همگانی شدن پرونده اتهام‌های فساد و اختلاس 600 میلیون افغانی در پیمان‌های گشت وزارت امور داخله، سرانجام این پرونده به لوی سارن ولی فرستاده شد. لوی سارن ولی می‌گوید که 17 تن از این متهمان مشمول 5 تن از مسئولان شرکت شجاعی آبدره همراه با 12 تن از مقام‌های وزارت امور داخله مشمول یک زن در توقیف قرار دارند. کسای دیگه هم که قبلا به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله ممنوع الخروج بودند او حکم سارن ولی هم هنوز به قوت خود باقی هست. صحبت را که ما با هیئت معزف قضیه کردیم تا هنوز کسی رها نشده. پس از یک دوسیه به سارن ولی مواصلت ورزیده. هیچ گونه دلایل موجه بر بنیاد فقرات 21 ماده 19 قانون اجرای جزایی علیه محکلم وجود نداره. ما امیدوار هستیم که داره لوی سارن ولی مثل وزارت امور داخله عمل نکنه، هر چه زودتر در لغو توقیفیشان اقدام بکنه تا عدالت تامین شده باشه. از سوی دیگر پرونده اتهام پشتیبانی نجیب دلاور مشاور پیشین مجلس سنا از هراس افغانان از سوی وزارت امور داخله بر ریاست عمومی امنیت ملی فرستاده شده است. مو خو اضافه وقت لوی سارن ولی نخیسته و دغه موضوع بررسی شویده، تحقیقات پکی شویدی، اضافی کسان پکی نیول شویدی، حتی مو اضافه اسناد هم نیولیدی. مو د افغانستان د حکومت سره چې قانون به یکسان په افغانستان کې عملي سند د مور مری چلندونه کی چې پر غریب خلکو قانون پلی کیږي او پر زور وکړو پلی کیږي. اما وکیل مدافع و نزدیکان دلاور بر بیگناهی او تاکید میورزند. متاسفانه اضافه از 10 روز میشه که ما از موکل خود کدام اطلاعی ندارم. گویا وزارت داخله میگن او را به مرکز عدلی و قضایی بگرام روان کردن، اما ما که در اینجا مراجعه کردم متاسفانه کسی حاضر به جوابگویی نشد. نجیب دلاور سهمدار یکی از شرکت های حمل و نقل و مشاور پیشین مجلس سنا در حدود 3 هفته پیش به اتهام پشتیبانی از هراس افغانان در کابل بازداشت شد. سلیمه مزاری بلسپول چارکنت ولایت بلخ یک ماه می شود که جنگ با طالبان را در این بلسپولی رهبری می کند. و یک سال پیش نخستین زن بود که همچون بلسپول چارکنت به کارش آغاز کرد. سلیمه مزاری 37 سال دارد و بدین باور است که زنان توانایی های در خصوص ستایش در رهبری جنگ برخوردار هستند. عارف موسوی در این باره گزارش فرستاده است.
یک سال پیش کارش را در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ آغاز کرد. او میگوید از 6 ماه بدین سو بخش های از این ولسوالی با تهدیدهای امنیتی روبرو شدند، اما در یک ماه اخیر این تهدیدها اوج گرفتند و یک روستا هم به دست طالبان است. مشیر باشین که از حقتان نخوره. بله. سلاح بخرین، مشکل نیست، از خودتان دفاع بکنید. روزی که امنیت آمد ما قول میدیم براتان که دولت سلاحتان میگیره و براتان پیستان میده که شما متضرر نشوید. شما کسایی هستین که در کنار دولت به حمایت دولت اسلحه گرفتین. از دفتر کارش به قصد رفتن به یکی از جبهه های جنگ بیرون می شود. همراه او بیش از 1 ساعت راه را در جاده های خاکی و دشوارگذر می پیماییم. سرانجام به یکی از جبهه های جنگ در روستای نواباد ولسوالی چارکن می رسیم. در این تپه نیروهای مردمی موضع گرفتند در برابر طالبا که حدود 1 کیلومتر را از اینجا فاصله دارند. این مردم می گویند که برای این که طالبا بر روستهایشان حمله نکنند سلاح برداشتند. تا وقتی که سول با قدیمه سول بیایه بشینه ما سلاح خود به زمین میمونم. سلیم مزاری 1 ماه می شود که جنگ را با طالبان و گروه های حراس افگر دیگر در این بخش ها رهبری می کند. بانو مزاری می گوید که جنگ افزارها و ساز و برگ های لازم را ندارند. به عنوان ولسوال چارکن که حاکم منطقه گفته میشه، من احساس میکنم که مخصوصا در شرایط بد امنیتی باید به عنوان یک ولسوال در کنار مردم باشم. جنگ با طالبان را در این ولسوالی نیروهای خیزش مردمی پیش میبرند، نیروهایی که شمارشان به 10 تن میرسد و از سوی سلیمه رهبری میشوند. مردم از اینجا روز جمعه بازار شرشر میرفتن، رایش دور داشت میشه تلاشی کرد. سلیم مزاری در پایان یک روز کار دشوار میگوید که اگر برای نابودسازی طالبان در این ولسوالی عملیات راه اندازی نشود، دامنه ناامنی ها گسترش خواهد یافت. بانک در حدود 3 ماه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، اما هنوز از سرنوشت بودجه برگزاری روند خبری نیست. کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اطلاعات به دست نمیدهد، اما میگوید که تمامی برنامه هایشان به گونه درست به پیش می روند. در همین حال شمار از نهادهای ناظر بر روند انتخابات و نیز مقام های پیشینی کمیسیون مستقل انتخابات رهبری این کمیسیون را به نداشتن مدیریت سالم متهم می سازند. گلاب الدین غبار گزارش می دهد. هنوز کمیسیون مستقل انتخابات بودجه برگزاری این روند را نهایی و به دست نیاورده است. رئیس دبیرخانه این نهاد درباره چگونگی نهایی سازی بودجه انتخابات چیزی نمیگوید. پلان عملیاتی تصویب شده و همچنان اکشن پلان ها جود تمامش جور شدن و تمام اکشن پلان ها عملی میشه، استپ به استپ پیش میریم. اما به روز چهارشنبه کمیسیون انتخابات از گفتگوهایش با وزارت مالیه و نهایی شدن طرح بودجه تا 2 روز دیگر خبر داده بود. این مقام پیشین کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا هنگامی که بودجه نهایی نشود، تمامی برنامه ها به شمول برنامه های عملیاتی کمیسیون و حتی جدول زمانبندی انتخابات ناقص و تغییر پذیر هستند. نماینگر بی‌برنامگی، نماینگری که عدم تجربه، نماینگری که یک پروسه ملی را کس به افتضاح بکشانه و به او توجه نکنه، نماینگری نمیست. از سوی دیگر شمار از نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نامهای رای دهندگان را به کارگری از دستگاه شناخت بایومتریک به گونه غیر قانونی آغاز کردند. اراده جدی برای برگزاری انتخابات وجود نداره. دوم، کمیشنرهای جدید که آمدن هنوز سردرگم هستند، هنوز راه و مکانیزم مشخصی را برای ادامه کار، برای شروع کار، برای برگزاری انتخابات روی دست ندارند. در حدود 100 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است و روند ثبت نامهای تقویتی نیز آغاز شده است. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلو و طلو نیوز باشید. ادامه خبرها از طلو و طلو نیوز.
رئیس جمهور ایران میگوید که تهران به گونه یک طرفه نمیتواند به توافقنامه هسته‌ای با غرب پابند بماند. حسن روحانی از کشورهای متعهد به این توافقنامه میخواهد که نقششان را در این زمینه ایفا کنند. از سوی دیگر پنتاگون میگوید که واشنگتن به دنبال ایجاد یک اجماع جهانی در برابر ایران است. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میزبان پنجمین نشست دو روزه تعامل و اعتمادسازی آسیا یا سیکا است. در این نشست سران 13 کشور آسیایی مسائل گوناگون جهانی از جمله صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای را به بحث گرفتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که این کشور نمیتواند به تنهایی به توافقنامه هسته‌ای با غرب پابند بماند. او کشورهای عضو سیکا را فرا میخواند که برای از میان برداشتن چالش‌های منطقه‌ای همکاری کنند. در شرایط امروز جهان یک کشور به تنهایی قادر به مقابله با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها نبوده و دستیابی به سطح قابل قبولی از صلح و ثبات و توسعه نیازمند گسترش همکاری و گفتگوهای منطقه‌ای با هدف این نشست در حال برگزار شده است که حمله دو روز پیش بر دو کشتی در آبهای عمان به تیرگی روابط میان تهران و واشنگتن افزوده است. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که کشورش به دنبال ایجاد یک اجماع جهانی در برابر ایران است. همان گونه که می دانید ما برنامه های گوناگون احتمالی داریم. من تأکید کردم که نیاز است یک اجماع جهانی شکل گیرد. بریتانیا نیز ایران را به دست داشتن در حمله اخیر بر دو کشتی نفتکش متهم ساخته است. اما آلمان می گوید که پخش یک تصویر نمی تواند دست داشتن ایران را در این حمله ثابت بسازد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست سیکا در تاجیکستان در تجلیل از سالروز تولد شی جین پینگ رئیس جمهور چین شرکت کرد. پوتین با هدیه دادن یک کیک و تحفه های دیگر 66مین سالروز تولد همتای چینی اش را تبریک گفت. پژوهشگران در روسیه لاشه یغزده یک گرگ را یافتند که میگویند هزاران سال پیش مرده است. با گفته این پژوهشگران این گرگ نزدیک به 40,000 سال پیش مرده بود و لاشه اش تا کنون حفظ شده است. نیروهای ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی مواضع شورشیان حوثی را در صنعا آماج قرار دادند. عربستان سعودی گفته است که این حمله در پاسخ به حمله های شورشیان حوثی بر میدان هوایی ابها انجام شدند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. در چند سال اخیر قالین افغانستان در بازارهای داخلی 40% بازارش را از دست داده. شماره از فروشندگان قالین‌های وطنی ادعا دارند که با واردات روزافزون قالین‌های ماشین بافت خارجی به بازارهای کشور در حال حاضر تنها 10% بازارهای داخلی را در اختیار دارند. از سوی هم فروشندگان قالین‌های خارجی میگویند که در حال حاضر ده‌ها نوع قالین‌های خارجی را به بازارهای کشور وارد می‌سازند. زبی جهانمل گزارش می‌دهد. در چند سال اخیر در حدود 90% بازار قالین و فرش داخلی در اختیار قالین ها و فرش های ایرانی و ترکمنستانی قرار گرفته است. شمار از فروشندگان قالین های خارجی در بازارهای پایتخت میگویند که در حال حاضر تقاضای بیشتر به قالین های ساخت ترکمنستانی و ایرانی وجود دارد. ظرافت فرش ایرانی که آماده ای 1200 شانا 1000 شانا رقابت کرده نمیشه که از اینا چون قیمت از اینا مناسب است. بهای بلند قالین های دست بافت افغانستانی و واردات بیش از حد قالین های ماشین بافت خارجی با تعرفه پایین به بازارهای کشور از علت هایی گفته می شوند که سبب شده است بیشترین مردم از قالین های خارجی در کشور استفاده کنند. امی آلی امی دکاندارا هر کس یک من هر کس امی $100 در نقصش باشه هم میتا بی بازاری است. این بی بازاری از بی امنیتی می آید. یک امنیت نیست. قالین های خارج میارند اینجا و باید ما از خود ما صنایع دستی ما
مردم های خارج از پیش ما میگیرن، امون ها خب میفهن فایدهش بر خودشان سیسته. در حال حاضر به های یک متر مربع قالین دست بافت وطنی به گونه میانگین تا 8000 افغانی است، در حالی که به های یک متر مربع قالین ترکمنستانی تا 3500 افغانی و یک متر مربع قالین ایرانی به گونه میانگین تا 2500 افغانی در بازارهای پایتخت به فروش میرسند. بافندی ما در ضرر است، فروشنده در ضرر است، کسی که مواد تولید میکنه، کسی که مواد پروسس میکنه، کسی که شستشوی میکنه، این 80% از اینا در ضرر است. این در حالی است که شمار از قالین بافان در کشور در کنار نبود یک راهکار روشن برای رشد صنعت قالین در کشور میگویند که حتی در بیشترین پیمان های دولتی نیز به خرید قالین های خارجی اولویت داده می شود. با این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 79 افغانی و 60 پول، یک یورو 89 افغانی، یک درهم امارات 21 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1120 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 537 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم صابر پیرزاد تقدیمتان میگرد. آقای پیرزاد خوش آمدید. سپاسگزار. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد. دوباره خوش آمده. تیم ملی فوتسال زیر 20 سال کشور امشب ساعت 7:30 در نخستین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا به مسافه هنگ کنگ می‌رود. افغانستان در گروه حریف این رقابت‌ها با تیم‌های ایران و هنگ کنگ هم گروه است. ملی پوشان فوتسال زیر 20 سال کشور که پیش از آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا، ژاپن قهرمان سه دوره‌ای آسیا را در یک دیدار دوستانه با نتیجه 4-3 شکست دادند، امشب ساعت 7:30 در نخستین دیدار رسمیشان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مسافه هنگ کنگ می‌رود. هنگ کنگ شب گذشته نخستین دیدارش را با باخت در برابر ایران پشت سر گذاشت. همه اعضای تیم با هم همقسم شدیم که انشالله پرقدرت بازی رو شروع کنیم و ببریم و با برد این بازی لبخند و شادی رو مردم عزیز کشورمون هدیه کنیم. با قدرت مقابل تیم هنگ کنگ به میدان میریم و مطمئن هستیم با دعای خیرتان ما رو همراهی میکنیم. کمک مربی تیم ملی فوتسال کشور انگیزه و روحیه بازیکنان را در این رقابت ها بالا عنوان میکند. دعای ملت عزیز افغانستان بتونیم که یک نتیجه قابل قبول بگیریم و با یک برد این تورنمنت آغاز کنیم تا قهرمانی انشاءالله. افغانستان در گروه الف این رقابت ها با تیم های ایران و هنگ کنگ هم گروه است. ملی پوشان کرکت کشور همین اکنون در چهارمین دیدارشان در رقابت های جام جهانی برابر تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی به میدان رفته است و بازی را در بخش توپ زنی آغاز کرده. دو تیم تا حال هیچ بازی پنج اوره برابر هم انجام ندادند. Is chip it straight to mid off. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها با شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 رو بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی تولو و تولو نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.